حافظه جمعی داریم. نرم افزار حافظه جمعی سابقه تا امروز به اصطلاح ماجراهای مختلف رو در خودش ثبت و ضبط کرده. الان مثلا فرض کنید ما در این حافظه جمعیمون ممکنه از تنهایی بترسیم، از تاریکی بترسیم، برمیگرده به یه سابقه طولانی که ما طی کردیم و در یه جای احساس کردیم که تنها نباشیم بهتره، در یه جای دیدیم تاریک نباشی بهتره و تمام اینها در واقع به نوعی ثبت و ضبط در حافظه جمعی است. البته حافظه جمعی رو ممکنه به صورت ناخودآگاه جمعی هم نامگذاری بکنیم. نرم افزار رو جهت کلی ما رو نشون میده، یعنی کلیت ما یک جهتی داره، یه هویتی داره. خب اون هویت و جهت نهاییش که به چه سمتی هستیم، حالا اگه حاشیه تو پرانتز بگم الیه راجعونیم، نمیدونم چی هستیم، یه جهتی هست، یه چیزی ما رو به یه سمتی هول میده، جهتش رو تعیین میکنه. دقت فرمودین که قبلا شما تو دورها با این بحثا آشنا شدید، من فقط اشاره میکنم که شما بدونید این کدوم مطلبه. خب پس جهت کلی ما رو نشون میده، یعنی همه ما الان این نرم افزار در ما داره یه جهتی رو نشون میده. نرم افزار نهاد یا فانکشن ما یا عملکرد ما یا غریزه، یعنی همه ما، یعنی در واقع حالا حیوانات همه تو در واقع همه به نوعی نرم افزار فانکشنال دارن، نرم افزاری دارن که عملکردشون رو تعیین و تعریف میکنه. مثلا یه نوزاد تا متولد بشه گریه میکنه، فانکشنشه. یک میتونم بچه لاک‌پشت از تخم در میاد، اگه محل زندگیش تو آب بوده بلا فاصله جهت آب رو تشخیص میده، به سمت آب میره. حالا یعنی کجا از این تشخیص میده جهت آب کدوم سمتی است؟ خب این در فانکشنش قرار داده شده، در عملکردش قرار داده شده. و نوزاد دیگه میدونه شیر باید بخوره و چه جوری باید بخوره و همین ماجراها رو در فانکشنش قرار داده شده. یک نرم افزار اشتراکی دوران بارداری هست که بین مادر و جنین به اشتراک گذاشته شده. حالا مادر چه دوران بارداری رو داشته باشه، برنامهش به جنین انتقال پیدا میکنه. مثلا این تجربه رو شما دارید که میدونید بچه نوزادایی که زمان جنگ متولد شدن، یعنی دوران جنگ رو در دوران بارداری بودن، با بچه هایی که متعلق به اون دوران نبودن فرق دارن، درسته؟ خب مادر به چه موسیقی گوش بده؟ خب اثر گذاره. بعد بقیه عوامل مسائل هم دوباره همینطوری هست. ما تغذیه مادر دارو مصرف بکنه با نکنه روی جنین اثر داره، مادر مخدر مصرف بکنه یا نکنه اثر بخشه، چه کارهایی بکنه، تمام اینها داره در برنامه های ثبت و ضبط میشه و جنین در اون مشارکت داره، در اون شریکه. حالا اینو میدونی دیگه، اگه مثلا مادر هرس بخوره، خب دقیقا مثل اینه که این نوزاد بوده و بعد نوزاد متولد میشه سرطانیست. نرم افزار دیگه نرم افزار بنیاده. شما سرشت و تینت و اینا رو شنیدید، گر جان بدهد سنگ سیاه لعل نگردد، با تینت اصلی چه کند بعد گوهر افتاد. حالا اینا رو شما جدی نگیریم به صلاح، ولی چیزهایی است که چون سلبیت داره، ضمن این که از نظر ما متغیره ولی سلبیت داره، مشکله. اصل بعد نیکو نگردد زان که بنیادش بد است. شما اینا رو شنیدید، ولی یه اصلی ما داریم، اصل تغییر پذیره. شما اینا رو بدونید که تغییر پذیره. اگر اصل تغییر رو بگیریم، الان ما به قانون تغییر و مسائل دیگه رسیدیم، همه چیز تغییر پذیره.
حالا ولی نرم افزار وجودی ما باشه، حالا نظراتی وجود داره که در واقع شخصیت رو ممکنه غیر قابل تغییر بدونه، ولی ما همین صحبتامون سر اینه که تغییر پذیره و راه امیدی رو سراغ داریم که داریم بحث میکنیم، داریم صحبت میکنیم. این نیست که یه آب پاکی رو دست خودمون بریزیم بگیم که نه دیگه اصل بد میکنه گردد. ما با اصل بد اومدیم که به یک اصل خوبی برسیم و نتیجه نهایی زندگی ما به یک اصل خوب منجر بشه. اگر این امید رو از ما بگیرن دیگه از ما چیزی باقی نمونه. خب نرم افزار بنیاد جای ماجرای بسیار مفصلی داره، اون تیپایی که گفتم و اون ماجرایی که گفتم ما حاصلش در بنیاد نهفته و مورد بررسی دقیق قرار میدیم. خیلی جای صحبت داره و دو بخش داره، یه بخش اصول حاکم بر اون هست، یک بخش طبع نرم افزاریش که در اون خوابیده. ما یک طبع سخت افزاری داریم، یک طبع نرم افزاری. طبع سخت افزاری الان اتفاق میفته، نگاه تیپ ما میکنن میگن که تیپ شما دمویست، سبکاویست، سوداویست، بلغمیست. خب اندومورفیست، مزومورفیست، اکتومورفیست، این الان ماست. برای نوزادگی متولد شده چی؟ توجه فرمودین یکی از کاربردهای مسئله در بحث آموزش و پرورشه و بحث اینه که ما مشکلمون کودکانه، اطفالن، اونجا باید ما تشخیص داشته باشیم. بعدش دیگه حالا یه مقدار کار از کار گذشته. خب اینجا ما یه تیپی رو تعریف میکنیم که همینه که راجبش صحبت میکنیم، این طبع نرم افزاریست، تیپ نرم افزاریست. این تیپ الان تیپ سخت افزاریست. اون تیپی که اونجا موقع تولد صحبت میکنیم تیپ نرم افزاریست، طبع نرم افزاریست و تفاوت میکنیم. خب چون این بحثش مفصله که الان داریم کلیات رو صحبت میکنیم میریم جلو، در جای خودش راجبشون صحبت میکنیم. اما یکی از موضوعاتی که خب همه دوستان دیگه کاملا آشنا هستن باش بحث نرم افزار ژن هست. نرم افزار ژن کلیه سوء سابقه ها و حسن سابقه ها و آنچه که از بد به پیدایش، بد به پیدایش حیات در واقع منظورم هست، اتفاق افتاده در اینجا ما وارثشیم. یعنی درست بازی رو کسی که قطع میکنه ما ادامه میدیم. جایی که دونده به یه جایی میرسه یه چوبی دستش میده، دونده بعدی ادامه میده. دونده بعدی قصورات و اشتباهات دونده قبلی رو باید جبران کنه. یعنی در مجموع تعدادی دونده قرار نقایصشون و محاسنشون رو همدیگه بذارن. خب لذا هر کسی دایی جای میدوه از جای دیگه چوب رو میده دست دونده بعدی، دونده بعدی ادامه میده و همینجوری همینجوری دونده بعدی، دونده بعدی. حسن سابقه اگه باشه، اگه این دونده جلو افتاده باشه، نفر بعدی یه خود خیالش راحت داره، جلو افتادگی داره. اگر نفر عقب در واقع عقب مونده باشه، نفر بعدی باید جبران کنه. آیا همچین بازی مورد یعنی میتونه تو ذهن ما جا بگیره؟ ما وارد یه همچین بازی شدیم، وارد همچین بازی هستیم که حسن سابقه، مثلا یک نسلی میتونه ژنتیکی طول عمر بالا داشته باشه، یه نسلی میتونه طول عمر پایین داشته باشه، چون از گذشته این در واقع اومده انتقال پیدا کرده. حالا البته بحث ژن هم خیلی مفصله، سر جای خودش صحبت میکنیم که چه چیزایی، چه نرم افزار و چه سخت افزار، چه چیزایی در نرم افزار میاد و چه چیزایی در سخت افزار. اما این به اون دلیل نیست که به اون معنا نیست که ما محکومیم. یعنی اگر مثلا یک نسلی طول عمر کمی داره، یعنی ژنتیکی، حالا نسل بعدی هم محکومه دیگه. اگر یک بیماری خاصی رو داشته الان دیگه بگیم تو محکومی دیگه، ژنتیکه دیگه،
کاری نداره. تجربه شما نشون داده که مسئله ژنتیک نقشی در درمان نداره و کسی که درمان میکنه یعنی اون در ژن خودش داره پاک میکنه و به نسل بعدی انتقال پیدا نمیکنه. یعنی اگر تولید مثل بعد از بهبود باشه، برای درمان باشه، به نسل بعدی انتقال پیدا نمیکنه. سیستم الان به راه افتاده، چه نرم افزاریش چه سخت افزاریش. بنابراین یک موضوع دیگه که شما در سایمنتولوژی باش برخورد میکنید، دوباره تاکید عرایض قبلی من هست، اینی که انسان در سایمنتولوژی به هیچ وجه محکوم نیست و هر کدوم از برنامه ها خب ثابت شده، صلب شده، ولی قطعا صلب نیست، میتونه تغییر داشته باشه. و دلیل ورود به جزئیاتی که شما شاهدش هستین که داریم مقدمت هم میگیم، دلیلش اینه تا ما این اجزا رو مورد بررسی قرار ندیم، با کل ارتباطش رو نمیدونیم چه نقشی تو کاره. پس از همین الان آماده باشین که نقایص کار گذشتگان رو جبران کنیم. چوبو دادم دست ما، حالا ما دونده بعدی هستیم و قرار اینا رو هم بدیم دست نسل بعدی. خب امیدوارم که ما بتونیم خودش جلو بندازیم که اونها کمتر بخوان نفس بزنن. خب اما یک عامل در دوران جنینی شما باش آشنا هستین، تجربه کردین و اینو به خوبی میدونید، یعنی تمام کلیه دوستانی که اینجا جمعن بر طبق چیزی که بوده دوره های روکینگ باسی پیش زمینه گذرانده باشن، الزاماً این موضوعات رو دیگه میدونید که در واقع ما پدیده به نام ویروس غیر ارگانیک داریم. از تئوری های سایمنتولوژیست پدیده ویروس های غیر ارگانیک، یکی از محل های نفوذش در دوران بارداری و روی من برنامه ریزی شده و من برنامه پذیر بعداست. روی من برنامه ریزی شده در دوران جنینی از طریق مادر پدر انتقال پیدا میکنه، یعنی جنین که تشکیل میشه اون نطفه اولش قبل از اینکه اصلا چیزی تو کار باشه این حضور داره. اصلا همون نطفه‌ای که تشکیل میشه این انتقال پیدا کرده. خب و بعدها ما عوارضی رو در این خصوص مشاهده میکنیم، مشاهده خواهیم کرد. در مورد من برنامه پذیر دیگه مشخصه، اون پدیده هاییست که از محیط، از خونه بگیرید، از نمیدونم والدین بگیرید، نمیدونم از مدرسه و شهر و مملکت و دنیا و سیاست های جاری در دنیا میتونه روی من برنامه پذیر ما اثرگذار باشه. چه چیزی در دنیا در جریانه، چه روالی هست، آره روال های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، همه اینها اثرگذاره. مثلا و فرزندانی که تو دوران بحران مثلا اقتصادی جهانی به دنیا بیان فرق میکنه با فرزندانی که در این دوره نیستن، به عنوان مثال. یا در زمان فرزندانی که مثلا در جنگ جهانی دوم یا در جنگ جهانی اول اینها متولد شدن، خب تفاوت میکنه با بچه های دوران صلح، زمان صلح. خب نهایت این قضایا میاد و در نرم افزار شخصیت، همون شخصیت حقیقی، میاد از اون فیلترهای بینشی و منشی عبور میکنه و رفتار ما رو شکل میده و نهایتاً شخصیت واقعی ما. شخصیت واقعی ما دوباره میتونه من برنامه پذیر رو به یه سمتی خودش هم اثرگذار باشه، یعنی به یک ارزش‌های بها بده، خب به یه ارزش‌های دیگری نمی‌دونم چیکار بکنه و نهایت قضیه خود این شخصیت واقعی دوباره در چیدمان شخصی به اصطلاح من برنامه پذیر اثرگذار میتونه باشه.
خب من برنامه ریزی شده شخصیت اولیه رو اینجا حالا به تفکیک میتونیم باز نگاه بکنیم که همون نرم افزار رو هویت و جهت اصلی انسان به واسطه وجود روحه و جهت الهی راجعون و جهت حرکت به سمت رب رو به سمت مسیر قایی که داریم میریم و تداومش امتدادش همه اینها رو او داره در ما ده. یعنی در واقع یه جهت نماست که ما واقف نیستیم، اون کار خودشو میکنه، اون در ما ایجاد مسائل مختلفی رو میکنه. مثلا همونه که تو درسای گذشته بوده، همه ما احساس گم کردن یه چیزی رو داریم، خب و همش دنبال یه چیزی میگردیم و یک عواملی داره برنامه ریزی میکنه که ما در جهت خاصی قرار بگیریم، در جهت خاصی فکر بکنیم، اندیشه بکنیم، عمل بکنیم. این جهت خاص از کجا میاد؟ خب کار همین در واقع نرم افزاره. در خصوص روح جمعی هم اشاره شد که در واقع ما تو این آینه کروی قرار داریم، همه مسائل ما میره بازتاب میکنه برمیگرده. اگر ما به معنویت فکر کنیم به تو جامعه میریم، اینو که همه دارن حرف از به یه نوعی، مثلا فرض کنیم هر جد در میزنیم، مثلا این که به یک نوعی توجهشون به عرفان جمعه، خودشون هم نمیدونن چرا. اگر راجع به مادیات باشه، میبینید هر جا میبینید که همه فکر و ذکر همه اینه که چگونه یک شبه مثلا راه 100 ساله برن از نظر مادی و بار خودشون رو به اصلاح ببندن. یعنی تبیش که همه رو میگیره، همه جا رو میگیره. و خب اینو خودتون به نوعی قرار بوده کار عملی انجام بدید و نتیجهشو ببینید و بگیرید. نمیدونم دیگه به اصطلاح نتایجی که دوستان در کارهای عملی با این نرم افزارها داشتن براشون چه محصلهایی داشته. خب حافظه جمعی هم که خدمتون توضیح دادیم، نرم افزار اصلی فطرت، اینها رو من میخوام الان به بحث دیگری برسیم. این قسمت رو دوباره ادامه بدیم احتمالاً، حالا یا در جلسات جلسه بعدیمون یا اگر وقت شد، چون هر کدوم از اینا نیاز به باز شدن مفصلی داره و مخصوصا بنیاد و ژن توضیحات مفصلی میخواد. من میخوام برای اینکه بحث ابتداییمون یه مقدار ممکنه میدونم سنگین بوده یا نبوده، من آرومم میگم که دوستان بتونن یادداشت بکنن، نوت برداری بکنن، یه تنوعی ایجاد بشه، یه بحث دیگه رو به اصطلاح بعد از این شروع بکنیم، این قسمتاشو جداگانه باز بکنیم. ویروس های غیر ارگانیک هم که دوستان آشنایی دارن، من فقط یه اشاره میکنم، فعلا باش کاری نداریم تا مباحث بنیادیمون رو بشناسیم، فعلا الله باش کار نداریم، راحت باشیم. خب چون صبح سیر دوستان دیدم با ترس و وحشت دیدم در بعضی هاشون، میخواستم بگم بابا امروز خبری نیست، امروز میخوام به سلامت بگذره، بعد تا روزه بعد خدا کریمه. فقط یک اشاره به هر حال من باب خالی نبودن عریضه اینی که اینجا گفته شد، صرفا یک روانده که خب تئوری ویروس های غیر ارگانیک که از مهمترین ویروس ها مهمترین تئوری های ما هست در فرمنتولوژی. خب زمانی که کوخ و پاستور راجع به ویروس های یا راجع به میکروارگانیسم ها صحبت کردن، چون قابل مشاهده نبودن قاعدتا مورد تمسخر شدیدن قرار گرفتن، ولی خب خوشبختانه موضوع به اثبات رسید. و اینکه که به صرف قابل دیدن نبودن دلیل نمیشه، ما به صرف تجربه داریم مواردی رو به اصطلاح در خصوصش به نتیجه میرسیم که تجربه خودش پایه به هر حال علمه و ما باید از تجاربمون استفاده لازم رو ببریم. در این خصوص به اصطلاح
این موجودات رو به دلیل اینکه در حوزه فرکانسی ما قرار ندارن، ولی میتونن خودشون رو در حوزه فرکانسی ما مواقعی که بخوان قرار بدن و در اونها عناصر ارگانیک نیست. به این دلیل نامگذاری که کردیم روش از خیلی سالها قبل، همون نامگذاری ویروس‌های ذهنی یا ویروس‌های غیر ارگانیک یا موجودات غیر ارگانیک بوده. این ویروس‌ها میتونن به چند طریق اثرگذار باشن و بخش نرم افزاری و سخت افزاری ما رو تحت تأثیر قرار بدن. اثر مستقیم بر جسم و اثر مستقیم از طریق مداخله در راکتورها و کانالهای مختلف انرژی حیاتی و ایجاد اختلال در اونها، که به طور غیر مستقیم وقتی اون بخش ها مختل بشه نهایتاً طبق همون اصل تأثیر متقابل جسم روان ذهن به همه بخش ها سرایت میکنه. علتش هم این بوده که بعضی موقع در مسائل جسمی شما بلافاصله میدونید که حتما باید در مورد پاکسازی ویروس‌های غیر ارگانیک کارهایی رو انجام بدید. این دیگه برای شما تجربه شده و میدونید به واسطه همون اصلی است که خدمتون گفتم. بخش دیگه اثر بر روی بخش‌های نرم افزاری انسانه که باعث میتونه باعث تأثیر فیزیکی بر روی جسم بشه. بخش دیگه مختل کردن ادراکات و احساسات انسان از طریق تسلط به ستادهای ذهن و اشغال برنامه‌های نرم افزاری اون هاست. حالا وقتی که به این موضوع رسیدیم مفصل‌تر راجع به صحبت خواهیم کرد. برای امروز همین کافی بود. اصول مقدماتی حاکم بر شخصیت رو هم نگاهی بندازیم که هر جزی از اجزای عالم هستی مادی دارای رفتار، هویت و شخصیت. هیچ جزی به تنهایی دارای رفتار، هویت و شخصیت نیست و فقط در رابطه با سایر اجزا در اکوسیستم خصوصیت فرد رو پیدا میکنه. یک شخصیت میتواند از شخصیت‌های جزئی‌تری تشکیل بشه. اکوسیستم خودش یک شخصیت محسوب میشه که دارای رفتار و هویت نیز هست و چون شخصیتی بدون وجود شخصیت دیگه قابل تعریف نیست، بنابراین لازمه که اکوسیستم با اکوسیستم‌های دیگری نیز وجود داشته باشه. هر شخصیتی یک موجود زنده به حساب میآید با سطوح مختلف از زندگی. ببینید دیگه از حالا اینا یعنی شیوه فکری ما، سیستم فکری ما از اینجا شکل میگیره. دیگه ما به یک ذره، به یک سازمان، به یک موجود به صورتی نگاه میکنیم که زنده است و اینها اساس رفتارهای ما رو بعداً تشکیل میده. مثلا اگر در یک جای رسیدیم به این که ما باید به شخصیت اکوسیستم احترام بذاریم، برامون خیلی قابلی دور از ذهن نخواهد بود. چرا؟ چون قبلاً مفصل بحث‌هایی رو از مد نظر گذروندیم و توافقاتی بین ما ایجاد شده و برای ما یک مسائل و بحث‌های مسجل شده، یا اگر نیست باید بهش برسیم و هدف سایمنتولوژی اینه که ما بیایم اینها رو بریم. اگر تا اینجاش می‌بایست خیلی از مسائل به اصطلاح مسجل شده باشه با تجاربی که شما دوستان عزیز به دست آوردین و کمی و کسری اینهاش هم باید من بعد دنبال بکنیم و پیگیری بشه. در پشت هر رفتار، هویت و شخصیتی لازم است اندیشه‌ای نهفته باشد. در پشت اکوسیستمی باید اندیشه‌ای قرار داشته باشد. یک شخصیت را میتوان یک سازمان نامید، یعنی ما این کارو میکنیم چون تو بخش مدیریت، در بخش مدیریت ما نگاه سازمانیمون به این صورته که یک سازمان رو زنده میبینیم. حالا توضیحاتش رو بعداً خدمتون میدیم. و یک سازمان شخصیتی مستقل به حساب میاد که میتونه دارای شخصیت‌های بیشماری
در زیر مجموعه خودش باشه. خب بحث رو یه خورده عوضش میکنیم، وارد بحث تئوری میدان شعوری میشیم. ما میدونیم که یک ذره در میدانهای مختلف در عالم هستی تحت تاثیر، در اکوسیستم تحت تاثیر میدانهای مختلفی قرار داره، مثل میدان گرانشی، میدان الکترومغناطیسی و هسته ضعیف و هسته قوی و همین ها. و این رو هم میدونیم که رفتار هر ذره در هر یک از این میدانها رفتاری مشخصه، یعنی برای دنیای علم کاملا مشخصه که یک ذره دارای رفتاری مشخص و معینه. اما میدان دیگری رو ما داریم که به وجود اون به صورت تجربی میتونیم پی ببریم و فعلا اون چیزهای لازم برای نشون دادنش نیست، و این میدان میدان شعوری است که در اون رفتار هر ذره تابع قوانین و قواعد دیگری میشه و از اون قواعد قبلی پیروی نمی کنه و تابع شعور مافوق خودش میشه. مثال بزنم خدمت شما، مثلا در یک گرفتگی مثلا عروق کرونر، مولکول های کلسترولی که جمع شده مولکوله دیگه، سلول نیست که ما بهش دستور بدیم و ترانسفر اطلاعات بکنیم، اطلاعات بهش انتقال بدیم. خب ما قبلا در بحث‌های قبلیمون راجع به انتقال اطلاعات، ترانسفر اطلاعات و اینها صحبت کردیم دیگه، درست شد یا نه؟ گفتیم که ما به سلول راه پیدا میکنیم، از مرز ژن عبور میکنیم، نمیدونم چیکار میکنیم و میریم برنامه ریکاوریشو میاریم بالا و برنامه ریکاوری میاد و دیگه از اونجا بعد یک ماجرای رقم میخوره که آشنا هستیم. اما ما با یک مولکول کلسترول چیکار باید بکنیم؟ شما تجربه کردید، شاید خیلیاتون، مثلا یک زائده استخوانی دیگه مولکول هاییست، خب و از حالت چیز خارج شده و تبدیل به یک جسم صلب شده، به مولکول هایی تبدیل شده. اینا رو چیکارش کنیم؟ آیا این تجربه رو این گروه داره که در خصوص همچین مسائلی نتیجه گرفته باشه؟ داریم؟ خب پس چگونه مولکول از ما دستور گرفته و در واقع چگونه لفظ مشاهده کردیم که اون زائده صلب ابتدا مثلا نرم شده، بعد یه دفعه یواشاش دیدیم محو شده، یا یه دفعه محو شده. مثلا در خیلی از موارد به اصطلاح توده های ما با توده های مرده ای سر و کار داریم که دیگه به صورت مولکولی باید اونها نگاه کنیم، نه سلول، که با سلول طبق اون تئوریایی که داشتیم دستور بدیم. بنابراین ما یک میدانی رو داریم، میدان شعوری، که با میدان شعوری است که تغییرات چیدمانی نرم افزاری و رفتارهای ذرات و رفتار ذره و شکل پذیری و همه اینها در واقع اونجا قابل بررسی و قابل ایجاد و قابل به اصطلاح نتیجه گیری میشه. سه تا تجربه، شکل پذیری، تجزیه پذیری و ترکیب پذیری. خب در خیلی از موارد هم ترکیب پذیری داریم که به ترمیم کمک میکنه. حالا ترمیم موقع سلولی است که شما با پدیده ترمیم سلولی آشنا هستید، اما ترمیمی که مولکول در اون نقش داشته باشه، ما به یک مولکول دستور بدیم
این مولکول از اینجا بیاد اینجا بشینه، این یک امری است که به اصطلاح شاید تا این لحظه بهش توجه دوستان نکرده باشن، چون ما بیشتر برامون بحث سلول ملموس بود، میگفتیم سلول دیگه، ما بهش دستور دادیم اونم از خودمون بود دیگه و در واقع اطاعت امر کرد. ولی راجع به ذره فکر نمی کنم، یار نمیدونم، شاید هم این سوال پیش اومده باشه راجع به مولکولا و اینها که اونها چطوری از ما دستور میگیرن. در مورد شکل پذیری من به یه تجربه میتونم اشاره بکنم، همین تجربه اشبرداری از مولکول آب و اینها. خب این تجربه در واقع شکل پذیری رو نشون میده که این مولکول از رفتار قبلی خودش باز داشته شده، درسته؟ خب اما در زمین تجزیه پذیری و ترمیم پذیری رو خودتون تجارب زیادی دارین، برگردید مجدداً تجارب خودتون رو دستبندی بکنید، ببینید در کدوم یکی از اونها این تجربه رو شما داشتید، مواردی که زایده هایی بوده، توده های مرده بوده، نمیدونم چی بوده که دیگه ما با بخش مولکولی اون میتونستیم در ارتباط باشیم. هر ذره در چنین میدانی تابع تئوری به اصطلاح شعور جزء مافوق خودش میشه، یعنی وقتی اون ذره میاد در حوزه میدان شعوری ما تابع شعور ما میشه. خودش هم فراموش نکنید شعور داره و اینجا مجموعه شعوری ما میشه، مجموعه سازمان ما میشه. حالا اینا بعدا متوجه میشید چرا میگیم سازمان، چرا اینها اومده وسط، پاش اومده وسط، به خاطر اینکه موضوع خیلی مفصل تر از این حرف هست و ما اون ذره رو به عضویت سازمان خودمون در میاریم بیرون و میشه جز میدان شعوری خودمون. خب رفتار، اون رفتار سخت افزاری، رفتار نرم افزاری، در یک میدان شعوری برنامه نرم افزاری وجود قابلیت اصلاح با میدان شعوری جدید رو داره، یعنی چون در واقع همه اینها نهایتاً به رفتار می انجامه، خب ما چه تو رفتار کار بکنیم چه توی نرم افزارش کار بکنیم. الان شما با این مسئله می بینید که هیچ تفاوتی نمی کنیم، چه بریم توی این چه بریم توی اون، یعنی هر دوش امکان پذیر هست. خب برای مثال چیزای نرم افزاری قابلیت اصلاح به اصطلاح با میدان شعوری، بحث اصلاح الگوی خواب بود که شما تجربه کردید و در این دوره میخوام که یک بار دیگه این مسئله رو تجربه بکنیم و آماری داشته باشیم به عنوان یکی از کارهای عملی دورمون. خب یکی از کارهای عملی دورمون اینه که اصلاح نرم افزاری خواب. ببینید در علوم رایج آیا خواب قابل برنامه‌ریزیه؟ میدونیم که به احتمال بیش از 90% نه، یا شاید حالا همون 100% خودمون. ولی این تجربه‌ای که ما با هم به دست میاریم نشون میده که خواب قابل برنامه‌ریزی هست و همونطور که توی درس ها بوده و در سایمنتولوژی که از بحث هاییست که دنبال میکنیم، موضوع خواب و مسائلش، حالا یعنی بهش میرسیم، جز بالاخره سایمنتولوژی میخواد همه این مسائل رو مورد بررسی قرار بده، از نظر ما قابل برنامه ریزیست و قرار بوده اصلا برنامه ریزی بشه، قابل برنامه ریزی باشه و ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا در این رابطه این تجربه رو هم خاطرتون باشه، ما از امشب تا جلسه بعدیمون میتونیم مثلا ساعت 10 شب رو در نظر بگیریم، برای 10 شب رو در نظر بگیریم برای این تجربه. و دوستان من خواهش میکنم
یه مقدار محققانه با موضوع برخورد بکنن و روزها رپورت بنویسن، در چون رپورتتون ارزشمند خواهد بود، آمار خواهیم گرفت، بالا جمع‌آوری میشه و روی کاغذهای آچهار باشه، سفید باشه و مثلا کاغذهای آچهار معمولی که میخوام همش یک فرم باشه، رپورت داشته باشین تا ما بهتون بگیم چیکار بکنیم. به عنوان تجربه که نزدیکش میخوام به خودتون در واقع ارائه بدیم، اثبات در واقع این صحبت هاست که البته شما قبلا تجربه کردید، منتهای مراتب تئوریشو نمیدونستید، همین الانم دارید استفاده میکنید و مربی ها دارن همون دورایی کشون از این قضیه که براشون استاز دادیم دارن استفاده میکنن، منتها نمیدونن چه تئوری پشت قضیه خوابیده. یک کلیتی رو به اصطلاح مطلع هستیم، اینه که کار با هوشمندی، ولی کار با هوشمندی اجزای بسیار زیادی داره. ببینید ما الان از سطح هوشمندی یک پله اومدیم پایین تر، رسیدیم اکوسیستم و باز اومدیم پایین تر، لذا داریم چیکار میکنیم؟ بله کلیت درسته و کلیت اینه که اصلا ما داریم به خدا میسپاریم و کلیت اینه که همه رو داریم در رابطه با او کار میکنیم، اما اگر قرار باشه ما دارای شناخت دقیقی بشیم و دقیقا میدونیم چه اتفاق افتاده و در نهایت قضیه متوجه بشیم بابا اینا همش قانونمنده، همش در واقع برای خودش اصول داره و در نهایت همش علمه، چون ما نمیدونستیم اسم اون بخشا رو که نمیدونستیم گذاشتیم نمیدونم یه چیزی، ولی نهایت قضیه به هر حال هدف ما اینه که بتونیم بیایم خودمون هر کدومون شخصا صاحب نظر بشیم و دقیقا بدونیم چه اتفاقاتی رخ میده. بله اون حتما قصه شب رو براشون نمیگی، ایشون هم بیدار میره اگه به موقع. بله حالا میرسیم و توضیح میدم خدمتتون. اتفاقا در این دوره ما بحثایی داریم که میرسه به همین ماجرای میدانهای شوری، نرم افزارها، بیشتر کارمون هم در واقع صحبت روی نرم افزارها میشه، اینا هم جوابشو خدمتتون خواهیم داد. خب یکی از این ماجراها که در واقع نشون میده که رفتار اون طور نیست که در شخصیت حقیقی خوابیده شده، شخصیت حقیقی یک ذره اینه که باید صلب و رجید و محکم در یک تودهی قرار گرفته قرار بگیره، نباید جدا بشه، ولی شخصیت واقعیش میگه که میتونه جدا بشه. یعنی لذا شخصیت واقعی با شخصیت حقیقی تفاوت پیدا میکنه. حالا یکی از این مسائل تئوری مسئولیت شعوریه که باز برای ما اثبات میکنه در یک میدان شعوری رفتار یک میکروارگانیسم بستگی به حوزه و میدان شعوری اشتراکی ما بین میکروارگانیسم و ناقل داره. یعنی یک میدان شعوری رو تشکیل میدن، این رفتار الزاماً با شخصیت حقیقی میکروارگانیسم تطابق نداره. یعنی در علم رایج میگه که مثلا ما اگر حیوان رو بغل کنیم مثلا دچار بیماری میشی، خب کارا شخصیت حقیقی میکروارگانیسمی که با این حیوان هست میگه که من به محض تماس باید وارد بشم و برای تنازع بقای خودم خصمانه بیام و این کار رو انجام بدم. اما عملا میبینیم که کسی که حیوانی رو نگه داشته، خب هرچه چیز میکنیم میبینیم که آماری که باید این عده‌ای که من دیدم با موش بازی میکنن، خب دیدم موش نگه داشته، نمیدونم گربه و اینا که جای خود مریض هم نمیشه. حالا یک تجارب تاریخی در واقع سری چیزایی رو میخواد عنوان بکنه. در اینجا ما یک مسئولیت شعوری طبیعی داریم که یک میدان شعوری طبیعی است، فرد اصلا بدونه که بدونه
بدون که از یه سری چیزا اطلاع داشته باشه میدان شعوری ایجاد کرده با حیوانش. خب من این فیلم های دیدم که اصلا در واقع کاملا به اصطلاح مورد و مسلمه که اگر ما بخوایم اونجوری در نظر بگیریم افراد که نگه داشتن حیواناتو باید مریض بشن و نمیشن، به دلیل اینی که در این میدان شعوری میکروارگانیسم ها از شخصیت حقیقی خودشون تبعیت نمی کنن، در حوزه شعور بالا دست خودشون قرار می گیرن، جزء سازمان دیگه ای میشن و اون رفتار رو از خودشون نشون نمیدن. و نمونه هاش رو شما دیدید، افرادی که از تو سطل آشغال غذا در میارن میخورن و خیلی هم سالمن، ممکنه ما بیایم بگیم که بله اینا نمیدونم چی شدن، قوی شدن. این قوی شدن در مورد چارچوب‌ها و مقرراتی که هست چیز نیست، اینجا فقط میدان‌های شعوری است که حالا یا به طور طبیعی ایجاد شده یا به طور مصنوعی که ما میخوام ایجادش کنیم و ما داریم هر روز ازش استفاده میکنیم. میدانی است که ما در واقع اونو ایجاد میکنیم و در اون مواقع میکروارگانیسم ها با ما همسو میشن. قبلا رفتار خصمانه داشتن، الان رفتار خصمانه ندارن و الان در این میدان شعوری جدید به گونه دیگری عمل میکنن. خب اختلال در میدانهای شعوری به صورت نرم افزاری و سخت افزاری باز هست دیگه. الان دوستان منظور ما را از نرم افزار میدونن و سخت افزار جسم فیزیک. بقیه قسمت هایی که پشت بر حال بخش فیزیکی ما خوابیده، ما اونا رو بخش های نرم افزاری در واقع تلقی میکنیم. اختلال شعوری نرم افزاری از چند طریق ممکنه ایجاد بشه. ورود برنامه های غلط به بخش های مختلف نرم افزاری وجود، مثلا فرض کنیم که ما به یک بچه با یک بچه به گونه رفتار میکنیم که اون خلاف جنسیت خودش رو نتیجه میگیره. مثلا به یک دختر بچه میگیم این خیلی شبیه باباشه، چقدر شبیه باباشه، همه میگن شبیه باباشه. این اطلاعات میره و تو نرم افزار میشینه، اونش میشه پدر، شبیه پدر، پدرم مرده. بعد نرم افزار بهش میگه که تو مردی، ولی فیزیک اون میگه که خب تو یک مؤنث هستی. این برنامه غلط میره تو سیستم نرم افزاری میشینه. اختلالات سوژه‌ای که در محیط ما برخورد میکنیم، سوژه هایی که میتونه برنامه های غلطی رو به نرم افزار ما بده، یعنی همون چیزی که به نام بدآموزی ما میشناسیم. خیلی از برنامه های ما در نتیجه بدآموزی انتقال پیدا کرده، حالا روی اطفال و روی بقیه و به صورت مختلف. مثلا در یک شهر که به اصطلاح اصول راهنمای رانندگی رعایت نمیشه، یه نفرم که آدم منضبطی میخواد رعایت بکنه، اصولا بعد از یه مدتی میبینه که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد، یا در شهر نیسواران باید سوار نیشد. و اینه که حالا اگه همه دارن اینجوری میرن، بقیه هم باید اینجوری برن. لذا اون هم بعد از یه مدتی میبینه که نمیشه و این برنامه غلط رو انتقال میده که مثلا گلیم خودت رو باید عذاب بکشی بیرون. بخش بعدیش آلودگی به ویروس‌های غیرارگانیکه که باعث ایجاد اختلال و پارازیت در میدان‌های شعوری و برنامه‌های نرم‌افزاری شده و یا باعث کنترل مستقیم این برنامه‌ها توسط ویروس‌های فوق میشه که باش آشنایی کامل دارید. ترجمه غلط توسط جسم هست. از اونجا که حواس‌های فیزیکی انسان اطلاعات خام رو برای ذهن و روان تهیه و به اونها گزارش می‌کنند، در نتیجه هر گونه اطلاعات غلطی می‌تواند باعث برنامه‌ریزی‌های نرم‌افزاری غلط شود.
یعنی در واقع این حواس پنجگانه ماست، حواس فیزیکی ماست که اطلاعات رو در اختیار ذهن قرار میده و اونم در اختیار روان قرار میده. بنابراین اینها میتونن که دچار اختلالات سنسوری بشن، مثل اختلال سنسوری، اختلال گیرنده ناشی از استعمال مواد مخدر و اطلاعات غلط ناشی از سنسورهای ذهنی و فرازهنی که اینا رو باز در جای خودش البته بازم آشنایی دارید، سنسورهای ذهنی و فرازهنی رو، ولی اینا میتونن اطلاعات غلطی رو باعث بشن که ما به نرم افزارها انتقال بدیم. و وارد شدن صدمه های جسمی هم به هم صورت میتونه باعث ترجمه غلط بشه. یعنی مثل یه تلویزیونی میمونه که ما یه لگد بهش بزنیم، از اونجا به بعد ببینیم که فرستنده داره برنامهاشو میفرسته، آنتن هم داریم، ولی گیرنده ما برنامه نداره. یه موقع گیرنده اون سالمه، آنتنمونو میشکنیم، خب تصویرمون برفکی میشه. یه موقع اصلا گیرنده برنامه نمیفرسته، ما تلویزیون داریم، آنتن داریم، همجوری منتظریم و خبری نیست. بنابراین هر کدوم از این بخش ها میتونه به اصطلاح مشکل ساز باشه و اینجا ما به عنوان بخش سخت افزاری همون مثل همون تلویزیون هستیم که نمیدونم مثل آنتنش هستیم. لذا اگه مثلا مغز صدمه بخوره، از اونجایی که مغز مجموعه آنتن هاییست، لذا ارتباط بین جسم و ذهن و روان و بقیه کالبدها قطع میشه. خب اختلالات شعوری سخت افزاری رو هم گرچه بیشتر به موضوع فرادرمانی ارتباط پیدا میکنه، ولی اینجا بد نیست که یک جا موضوع رو ببینیم. عوامل درونی، حملات شعوری سلولی که باعث بیماری های التهابی تخریبی میشه که آنتیبادی ها به سلول خودی حمله میکنند و در ابتدا سلول رو ملتهب میکنند و بعد از اینی که اونها ملتهب شدن، دچار التهاب شدن، مبادرت به تخریب اونها میکنه. از دیدگاه فرادرمانی و سایمنتولوژی، یکی از ترفندهای مهم در سیستم دفاعی بدن شناسایی شعوری است، شناسایی سلول از طریق شعور. یعنی هر سلول، مثل فرض کنیم، تصور بکنیم که خب خیلی از مثلا ممکنه موجودات مختلفی، حشراتی از بو همدیگر رو شناسایی بکنن. در این خصوص هم سلول، سیستم دفاعی بدن سلول‌های خودی رو یکی از راه‌های شناساییش، از نظر ما البته، شناسایی شعوری است. یعنی اگه بوی خودی نده، مهم نیست که دیگه بقیه مشخصاتش میخونه یا نمیخونه، کافیه که از نظر شعوری و تششعاتیش همخوان نباشه. در این صورت مورد حمله قرار میگیره. حمله به سلول‌های خودی ممکنه در نواحی مختلفی صورت بگیره که هر یک از اینها منجر به نوع خاصی از بیماری میشه، مانند حمله به پوشش مایلین عصب برای نمونه در بیماری ام اس، که حالا این هم میتونه در مغز باشه یا در نخاع باشه یا در بخش‌های مختلف باشه که به نام‌های مختلف اون موقع مورد شناسایی قرار میگیره. حمله به مفاصل که در آرتریت رخ میده و حمله به مخاط دهان که در بیماری پمفیگوس که مخاط مورد حمله قرار میگیرن و اینها رو در بخشایی قبلا آشنا شدید که بیماری اوتوایمیون و اینها رو میدونید که اینها جزء اون دسته هستن. بخش دیگه حمله به سلول‌های عضو پیوندی هستن. در مورد پیوند اعضا، خب میدونید که دقت خاصی به عمل میاد از نقطه نظر فاکتورهای خونی، مسائل مختلف و همخوانی هایی که لازم انجام بشه.
و همه اینا با دقت خاصی صورت میگیره. ولی علارغم این دقت نظرهای خاص باز هم عضو پس میزنه که مطابق نظری که ما داریم در واقع اختلاف در به اصطلاح شعور سلولی عضو انتقالی و بدن فرد گیرنده باعث این میشه که عضو انتقالی مورد شناسایی سیستم دفاعی بدن قرار نگیره و بیگانه تلقی بشه و مورد حمله قرار بگیره. و در صورتی که همفازی صورت بگیره، همفازی شعوری انجام بشه، از بروز حمله جلوگیری میشه. در این صورتی که در واقع حوزه میدان شعوری طبیعی فرد در واقع به یک اختلال میرسه بر اثر این نقل و انتقالی که صورت میگیره و به اصطلاح عضو انتقالی ریجکت میشه، پس زده میشه. در پاره از موارد حتی عضو انتقالی مربوط به خود بدن فرد گیرنده است، مثل عمل بایپاس که از برحال رگ پا بایپاس میکنن روی قلب ولی بازم پس میزنه. در این صورت افرادی در واقع هستن که به عللی از جمله اختلال در مدیریت بدن و بدن و سلولشون شعور نواحی مختلفشون هم با هم مختل شده و شعور سازمانی وجودشون یک پارچه نیست و دچار اختلافاتی هست. در این صورت با این انتقال بلافاصله به اصطلاح مسئله ریجکت کردن اتفاق میفته. در قضیه انتقال خون هم دوباره همین مسئله به علت اختلاف به اصطلاح شعوری در بخش انتقالی و گیرنده این مسئله دوباره میتونه انتقال پیدا بکنه. بخش دیگه اختلال در عملکرد سلوله، یعنی در فانکشن سلول اشکالاتی ایجاد میشه، اختلالاتی که به نوعی در اون شعور سلول مختل میشه و شر وظیفه خودشو گم میکنه، درجه از انجام عملکرد معمولی خود سرباز میزنه. پس اختلاف در انجام فعالیت ها و عملکرد معمولی سلول، مثلا پس من تیروئیدی که با وجود جیره غذایی یود به اندازه کافی از قبل اون سرباز میزنه. خب مواردی هست که در واقع سلولی که داره سرباز میزنه و علت سرباز زدنش ظاهرا مشخص نیست. اختلال در عملکرد تکثیر سلول یا موضوع سرطان ها، این نوع اختلال باعث تغییراتی در روند تکثیر سلول شده. در این روند سلول درگیر شر وظیفه غلط شده و وظیفه خود را بر طبق روال طبیعی خودش انجام نمیده و ممکنه دچار پرکاری تکثیر بشه یا دچار کمکاری. در خصوص تکثیر سلولی که با پدیده سرطان مواجه میشیم و کمکاری هم که تحلیل رفتگی های عضو رو شاهد هستیم. موضوع مهم دیگه، کپی شعوری از سلول یک عضو به اعضای دیگه است، مثل کپی بافت طبیعی رحم در جاهای دیگر بدن، اندومیتروزیس که در واقع کپی میشه از یک سلول در ناحیه دیگه، که در واقع در علم رایج تصور میکنن که حالا چه در متاستاز و چه در این پدیده کپی سلول، تصور میکنن که سلول از عضو جدا میشه، مثلا سلول رحم جدا میشه میاد در مغز و در اونجا رشد میکنه، بعد نمیدونم چی میشه، دچار خونریزی میشه و از این ماجراها. در حالی که سلول اگر از عضو جدا بشه دیگه نمیتونه به فعالیت ادامه بده، میمیره و چه برسه اینکه بخواد خودشو برسونه، مثلا فرض کنید بیاد مثلا به مغز برسونه، به جای دیگه برسونه. خب حالا به هر صورت آنچه که ما برای این مسئله داریم در واقع ارسال پیام های شعوری است،
چون هر سلول اطلاعات مربوط به عضو به سلول‌های دیگر رو داره، در صورتی که در معرض ارسال‌های شعوری برسه که ناشی از مختل شدن اون سلول فرستنده است، نمی‌واسه این کارو می‌کردی. ولی الان به ارسال به اصطلاح پیام به اصطلاح داره مبادرت می‌کنه. مثل یک دیاپازون، خب مثل یک دیاپازونه که این دیاپازون، این که به ارتعاش در میاد، این هم در یک ناحیه دیگه به ارتعاش در میاد. خب و به اصطلاح مساعدترین یا به هر حال سلولی که از همه بیشتر آمادگی داره لبک میگه. خب از بین 100 تریلیون سلول میبینه که یک سلول مساعد وضعیتش و استعداد این انحراف رو داره، لذا همین که به ارتعاش در بیاد اونم به ارتعاش در میاد. پیام اینه که در واقع مشخصات رو میگیره و چیکار میکنه؟ حالا به دو طریق، یا به اصطلاح بحث کپی سازی و اینها رو دنبال میکنه، یا فانکشن رو دنبال میکنه. یعنی نمیشه این اون سلول، ولی اگر اون سلول اولیه تکثیر داشته، اینم دو اینم تکثیر شروع میکنه تکثیر، که گفته میشه متاستاز. در واقع اعضا دچار متاستاز شدن و هم دو گفتم تصور میشه که از اون به اصطلاح مبدا عضوی که ابتدا سرطانی شده، این انتقال سلول انجام میشه، ولی از نظر ما انتقال سلول انجام نمیشه، بلکه خاصیت دیاپازونی است. و اینه که این به ارتعاش در میاد، دو نوع پیام میتونه به سلولا بده، یکی اینکه اصلا مثلشو بسازن، یکی اینکه نه مثلشو نسازن، خودشون دچار فانکشن مشابه بشن، دچار عملکرد مناسب بشن. اگر تکثیره اونم دچار تکثیر بشه، اونم بیاد تکثیرشو دنبال بکنه. بفهم فکر میکنم بیشتر روی فانکشن باشه، متاستاز بیشتر گزارش میشه. حالا ما آمار دقیق نداریم، ولی ما بیشتر از متاستاز میشنویم و بحث تجربه کپی خیلی کمتره، ولی هست. همونطور که نمونهش رو اونجا خدمتون گفتیم، نمونه هست، ولی متاستاز بسیار زیاده. یعنی سلول معیوب سلولای دیگر رو تشویق به در واقع میشن که مثل خودش بشن. کمال همنشین در من اثر کرد، در واقع پیام شعوری میده که در واقع همین فانکشن دنبال بشه. بله همین ها رو داریم میگیم که بله الان موضوعه که البته چیزی نیست که ندونید، کلیاتشون میدونید. حالا ما وقتی که میایم میدان شعوری، یعنی همون ارتباط برقرار میشه، اینها میدان شعوری میاد و مسائل اصلاح شعوری رو که ایجاد میکنه، متاستاز تحت کنترل در میاد. خب اول بحث انتقال متاستاز جلوش گرفته میشه و بعد هم روی به اصطلاح اون ناحیه اصلی و مبدا اصلی به اصطلاح کانسر کار میشه. خب که از همین طریقه که شما در واقع درمان کانسرها رو داشتید، تجربهشو الان به اصطلاح گروهمون در این خصوص داشتن. در این چند موردی که من توضیح دادم خدمتون، خب دوستانه که تجربه کردن دستشون رو بلند کنن. دلیل ببینید، و در واقع همین مسئله رو داریم الان صرفا بیشتر با تئوری‌هاش برخورد میکنیم که تئوری‌هاش به اصطلاح چیه و موضوع به چه گونه مهار میشه. چون بعضی موقع ما برخورد میکنیم که به ما میگن که این متاستاز داده، مگه میشه دیگه کاری کرد؟ دقت میفرمایید، اگر که ما خودمون بدونیم که چه اتفاقاتی رخ میده و چه مکانیزمایی هست و چگونه همچین اموری قابل کنترل میشه، لذا که دیگه این موضوع از حالت چی در میاد بیرون، لاقل برای خودمون از حالت ابهام در میاد بیرون. بعضی افراد میتونن ما رو سوس کنن و این تجربه هست. وقتی ما میخوام کار کنیم، یه دفعه میپرن مثلا میگن که این متاستاز داده دیگه، من کاری میشه کرد؟
بعد ما هم که اینا رو ندونیم ممکنه شل بشیم بگیم خب راست میگم، مثل اینکه اینو نمیشه، یا شاید اینجور موارد رو نشه. بنابراین ما لازمه که این اطلاعات رو کامل و دقیق داشته باشیم. خب در باز ادامه به پاسخ همین سوالتون، سایمنتولوژی در واقع باز رشته ایست که مثل فرادرمانی صرفا مداخله نرم افزاری داره. در بخش سخت افزاری مداخله نداره و در واقع مداخله سخت افزاری درمان هایی که بخش های فیزیک انسان رو مد نظر قرار میدن و به انسان به عنوان سخت افزار نگاه میکنن و متکی به معاینه فیزیکی و درمان های دارویی و اینها میپردازن و در واقع همه چیز وجود ما رو، رفتارمون رو شیمیایی میبینن، شخصیتمون رو شیمیایی میبینن و نمیدونم همه ماجراها رو در قالب تولیدات شیمیایی میبینن و بعد از طریق بازی‌های شیمیایی هم میخوان که نتیجه بگیرن. اون میشه تفکر سخت افزاری. ما تفکر اون نرم افزاری، ما همونطور که خودتون تجربه کردید صرفاً با بخش نرم افزاری وجود سر و کار داریم. حالا یه اطلاعاتی رو داشتیم تا اینجا، یه اطلاعاتی کمه که اینا رو هم انشاءالله در طی این دوره‌های تکمیلی دیگه به امید خدا با پیوندی که پیوند میمون مبارکی که بین به اصطلاح دانشگاه علوم پزشکی ایران و مؤسسه ما پیش اومده و انشاءالله البته به زودی دانشگاه تهران هم که خبر خوبی خواهیم داشت و جاهای دیگه هم همینطور، دامنه بررسی های تئوریک خودمون رو گسترش میدیم، مجال پیدا میکنیم که بیشتر رو موضوعات واسیم، دقیق بشیم، موضوعات رو باز کنیم و همینطوری که جلو بریم باید آماده باشیم برای کسب اطلاعات دقیق تر. خب بالا مخصوصا مربیان عزیزمون اشراف کامل به بحث‌های تئوریکمون پیدا بکنن و بتونن انتقال بدن مباحث رو و انشالله که بتونیم این منابع مورد نیازمون رو به اصطلاح کاملا از طریق محافل آکادمیک مورد بررسی قرار بدیم. جناب تو لهیدگی نخا، ببینید دوباره تو بحث همین میدان شوری شما مثالی که زدیم، بعد ما به هر حال مواردی برخورد کردیم که بحث لهیدگی نخا و اینا رو دیدیم که ترمیمان شده، صورت گرفته. حالا به هر صورت در مجموع در یک میدان شوری اینجا موضوع شکلش رو من شکل رو توضیح دادم، بحث تجزیه رو توضیح دادم، بحث ترکیب رو در واقع حالا همچون آشنایی داشتید که از جمله این مسئله بحث ترمیم هست که خب حالا تجربه نشون میده که امکان ترمیم تو بخشای مختلف و تو قسمتهای مختلف هست که قبلا توضیح دادیم خدمتون، ترمیم های فانکشنال، ترمیم های هیستولوژیکال و تصحیح‌های یا ترمیم‌های مورفولوژیکال، اینا رو همه رو قبلا به اطلاع دوستان رسوندیم و میدونن. من زیاد نخواستم که به اصطلاح وقت بگیریم روی مطالب، ولی دیگه اینا رو که کار میکنیم و نتایج خوبی هم داریم، حالا اگه قرار شد آمار بگیریم میتونیم ببینیم که چگونه است. بله ما فقط این سوادی ارتباط برقرار بکنید و بعد مسائل خوابتون رو زیر نظر میگیرید و براش گزارش و راپورتی رو خواهید نوشت که چه تغییراتی انجام میشه. البته چون خیلی از دوستان تو دوره ها اصلا این کار براشون در حال انجام هست، این مبنای مقایسه رو با قبلا باید بذارم، یعنی اصولا باید با قبل از این موضوعی که آغاز شده بذارن، ولی ما هدف اینه آیا به اصطلاح الگوی خواب تغییر پذیر هست یا نیست. سوال اینه، منتها میخوام این سوالمون رو
در واقع یه چیز آماری بگیریم ازش. میتونین خب خود آمار هم یک زبان علم دیگه. حالا میخوام بگم که بین خودمون در واقع جلسات مختلف آمارهای مختلفی رو با تشریک مسائل همدیگه خواهیم داشت. یکیش همین قضیه است که روی این موضوع کار خواهیم کرد که یکی از مواردی باشه که در این دوره روش نتیجه خواهیم گرفت. ببینید همه چیش شما وقتی ما وقتی از این صحبت ما عمدتاً کیپیه، حالا از نظر کمیش که بعدا نهیم بگید که ما 16 ساعت الان میخوابیم و خیلی خوب شده و اینا، ما بیشتر مسائلمون کیپیه. و اگر خاطرتون باشه روی مسائل خواب اینه که خواب شفاف، هدفمند، واضح و حالا به هر صورت کیفیت های مختلفی رو ما میتونیم ازش گزارش داشته باشیم نسبت به قبلا. بفرمایید. دوران بارداری ببینید این مسائل مسائلی است که کمک کننده است، خب بازدارنده نیست و هیچ ساید افکتی قضایایی که دنبال میشه به علت تسلط هوشمندی، به علت اینکه الان داریم میبینیم دیگه اهدافی که دولت دنبال میشه اهدافی است که هویت داره، جهت داره. کار بدون چیز با بدون جهت و نمیدونم با ساید افکت اصولا دنبال نمیشه، یا نمیشه یا اگه بشه درست میشه. یعنی اینجا این قاعده رو داریم، یا نمیشه یا اگر بشه درست میشه. این مسئله رو مد نظرتون داشته باشید. یعنی کاری که انجام میشه اصولا مثبت مفیده، نگران نباشید. حالا منتها چجوری مثبت چه کاری انجام میشه داریم دیگه، اینا رو در واقع وارد مقدمات شدیم و توضیحاتش رو میدیم خدمت شما دوستان عزیز. بله بله، ده شبها تا جلسه بعدی که دو هفته دیگه هست ارتباط ها رو برقرار میکنید. نسبت به قبل گزارش خواهید داشت که چه تغییراتی پیش میاد. جانم جانم ببینید الان ما به یه اصول رسیدیم دیگه، همین الان که اصل تأثیر متقابل الان توضیح دادیم. یعنی اگر یک کوچکترین تغییر در یه جایی باعث تغییرات در همه جا میشه. یعنی ما هم یک سازمانیم، اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم به یک جای. اینم عالمه، اون ذره هم عالمه، فرق نمی کنه. وقتی یه جای درست میشه رو بخش‌ها دیگه، مثلا الگوی خواب وقتی درست میشه رو بخش‌ها دیگه اثر میذاره، یه جای دیگه نمیدونم اگه چی بشه رو این اثر میذاره. برای همینه که امروز در اصول مقدماتی با هم بررسی کردیم که مجموع انسان رو یک جا نگاش میکنیم، چیزی رو جدا نمیکنیم. اگر جداش کنیم منجر به نتایج غلط میشه، درست شد؟ بنابراین بله، اگه این درست بشه بخشای دیگه جسم همه میتونه اثر بگیره، اگه خراب بشه دوره اثر میگیره، درست شد؟ هر جایی این نیست که ما یه بخشی رو مجزا در نظر بگیریم، همونطور که در روش‌های رایج اینجوریه، کاری با هیچی نداره. خب یک بخشی رو در نظر میگیره، حالا یا نرم افزار یا صحت چه هست، اونو دنبال میکنه میره جلو، کاری نداره دیگه که در واقع چه اثراتی میتونه روی بخش‌های دیگه داشته باشه. خب تعریف ذهن رو اینجا یک بار اینا یاداوریه، چون خیلی از این تعریف‌ها رو شما میدونید. خدمت دوستان بگم که مدارک درسی و اینها چه به صورت سی دی، چه به صورت جزوات، چه به صورت غیره در اختیارتون قرار میگیره. البته فعلا دقیقاً یادداشت بکنید. خب این باعث نشه شما فکر کنید که خب اینا میاد، دقیقاً توجه بفرمایید، دقیقاً یادداشت بفرمایید، روی ما حساب نکنید. ولی
ولی بله اینا همه در اختیارتون قرار میگیره، کمان که سیدی های دانشگاه تهران هم در اختیارتون قرار گرفته، نه در اختیار شما، در اختیار همه قرار گرفته. داره آماده میشه. ببینید خیلی چیزا هست که الان در دست تهیه است و انشالله آماده میشه در اختیارتون قرار میدیم. فعلا سیدی های دانشگاه و کلاس ها اینا رو داریم در میدیم خدمتتون، بعد اونا هم آماده میشه انشالله. خب در خصوص MS مورد سوال هست. ببینید تفاوتی نمی کنه، ما ارتباط هایی رو که برقرار میکنیم در خصوص نوع بیماری چی هست و غیره، در واقع ما در میدان شعوری لازم قرار میگیریم، در ارتباط لازم قرار میگیریم، در اون ماجرای تئوری اشتراک شعوری اجزا قرار میگیریم، تفاوتی نمی کنه. این دوره به منزله این هست که ما داریم توضیحات تئوری کارمون رو میدیم به اضافه یه نکات ریزی رو هم که شما مثل کارهای با ذهن اشتراکی حالا در زمینه ذهن و روان چه کارهایی بکنید، اینا رو هم در این دوره توضیح خدمتتون میدیم، کلاس بندی هایی میکنیم، به یک سری از ابهامات ذهنی شما پاسخ میدیم و خلاصه کلام اینه ماجرا اصل تجربه شما سر جای خودش باقی است و ما اصلا کلاسمون بر اساس تجربه شماست، چیزی تغییر نکرده، جزئیاتی اضافه میشه و به سران نظریه پردازی کارمون داره تکمیل میشه. درست شد یا نه؟ بنابراین روی MS دوباره همون ماجراست و ما ایجاد همفازی شعوری روشون انجام میدیم. شعور که همفاز شد، سیستم دفاعی بدن از حمله به اعضای خودی جلوگیری میکنه و بعدم ترمیم صورت میگیره، التهابات و مسائل و اینها پرونشونده میشه و برمیگرده همچی سر جای خودش. یعنی حالا توضیحات دیگه ای که لازمه اینجا در این دوره باش برخورد کنیم اونا رو هم خدمتتون متعاقبا خواهم گفت. خب ذهن، تعریف ذهن، ذهن مدیریت نرم افزارهای به اصطلاح وجودی انسان رو به عهده داره. کلیه نرم افزارهای پشت صحنه بخشای مختلف وجود انسان توسط مدیریت بدن و سلول که همین ذهن باشه کنترل میشه، از عملکرد سلول گرفته تا مدیریت حافظه، یادگیری، به یادآوری و غیره. ادراکات انسان هم محصول فعالیت ذهن او میباشند. ادراکات یعنی طرز تلقی ما از جهان هستی، کجا میخوام بریم، چیکار میخوام بکنیم، چی داریم میبینیم، نمیدونم تفسیر و تعبیر و فکر و اندیشه و همه اینها در واقع کار فعالیت ذهن هست و ذهن نه تنها جزی از مغز به حساب نمیاد، بلکه خود مغز رو هم همونطور که میدونید توی نظریه ما به اصطلاح کنترل میکنه و سلولای عصبی رو در واقع هدایت و کنترل میکنه که به اصطلاح چگونه عمل بکنه. خب آنچه را که حواس چندگانه ما به مغز گزارش میدهند مورد تجزیه و تحلیل ذهن قرار میگیره و افراد مختلف نتایج متفاوتی از حواس خود میگیرند. مشاهده‌ای که برای ناظری مطلوب حساب میاد برای دیگری ممکنه نامطلوب تلقی بشه، در حالی که مشاهده هر دو ناظر یکسان بوده. حالا دو نفر هم یک چیز واحدی رو که میبینن اگه ما بخوام تشبیهش کنن میبینیم که دو جور تشبیه و تشریح و تفسیر مختلف دارن در حالی که یک پدیده رو مشاهده کردن. خب ذهن بخش بسیار مهمی است و در واقع شناسایی ذهن کار بسیار بزرگی است. با یک اشاره مختصر نمیشه ازش گذشت، ولی این یادآوری بود که بدونیم که کار ذهن بسیار حائز اهمیته. حالا تا تیکه تیکه و بخش به بخش ذهن رو مورد شناسایی قرار بدیم. از همه مهمتر حالا در این تئوری که ما داریم، تئوری که شما آشنا هستی، بحث تعریف
فرادرمانی از مغز بوده، که خب این تعریف خب عجیب غریبیه. و حالا بریم ببینیم که کی میخواد که در واقع صحت و سقم این ماجرا از نظر علمی ثابت بشه. روان هم بخشی است که احساسات انسان رو مکشوف میکنه و پس از اینی که ذهن ادراک خودش رو از حوادث و واقعی درونی بیرون نزدیک نمود، روان اونو به زبان احساسات ترجمه میکنه. همه وقایع به زبان احساسات هم ترجمه میشه، یعنی از این فیلتر عبور میکنه و زبان احساسی به خودش میگیره و حالت احساسی ما روی مسائل مختلف آن به آن در جریانه. به دنبال اون احساس غم، شادی، ترس، انزجار، اشمئزاز، بی‌تفاوتی، خوشبختی، بدبختی، غرور و خفت و همه اینها رو در واقع آشکار میشه. بیماری روانی به مشکلی میگیم که به دنبال اون فرد از برخورداری از احساسات محروم شده باشه و قادر به بروز دادن و لذت بردن از احساسات طبیعی خودش نباشه. داریم همچین چیزی؟ داریم؟ بله. حالا ممکنه که به این صورت تعبیرها و تفسیرهای مختلفی وجود داشته باشه، ولی حالا اینها از اشاره به اصل تأثیر متقابل ذهن و روان و جسم داشتیم، همونطور که اشاره کردم، این بخش ها اصول کار ما رو تشکیل میده. یعنی دیگه هر کدوم از ما وقتی این اصول رو میدونیم، خودمون باید اتوماتیکوار بدونیم که ماجراها از چه قراریه و لذا خودمون اصلا جواب خیلی از سوالای خودمون رو به این ترتیب به اصطلاح خواهیم داد. خب جسم، ذهن، روان توی این چرخش، یا ذهن، روان، جسم. ابتدا جسم گزارش حوادث رو از طریق سنسورهای مغزی به ذهن میده، ذهن روش ادراک میذاره، میده به روان، روان روش احساس میذاره، میده به جسم، جسم واکنش نشون میده و همین چرخه ادامه داره. حالا اگر که جسم صدمه ببینه، مثلا فرض کنید که ما یه حال خوبی داریم، یه دفعه یه ضربه به ما وارد میشه، از اونجا به بعد هم ذهن ما مختل میشه. خب اگه در همون حال دردگان از ما یه سوالی بکنن، خب ما میگیم حالا اصلا چه موقع سوال کردنه و هر چی هم میخوام خودمون جمع جور بکنیم دیگه نمیتونیم به اصطلاح به یه ادراک مناسبی برسیم. مثلا اگه دندون درد داشته باشیم، ذهن ما مختله، درسته؟ پس در واقع تأثیر پذیری همه اینها از هم دیگه هست. لحظه‌ای که ما درد داریم، نمیتونیم ادراک درستی از جهان هستی داشته باشیم، اصلا برای ما دیگه معنی نداره دیگه. حالا بیان بگن که کار اکوسیستم چیه؟ شما در اون لحظه بی جهت بی وسیلا بی مناسبت ترین سواله که کسی بیاد از شما سوالی بکنه. حالا شما دندون درد میکنه که بیا بگه که بله بفرمایید که جایگاه اکوسیستم چیه. خب لذا اینها به هم دیگه مرتبطن. هر عاملی به این قضیه میرسیم که هر عاملی بر یک بخش تأثیر بذاره، بر همه بخش‌های دیگه تأثیر میگذاره. حالا میخواد روی جسم باشه، میخواد روی روان باشه، میخواد روی جسم باشه. به عنوان مثال، برای مثال اگه ضربه به جسم وارد بشه، درد ناشی از اون فعالیت ذهنی و ادراکی فرد رو مختل نموده و به دنبال آن فعالیت روانی و احساسی اون خدشه‌دار میشه. اما در این حال چیدمان ذهنی فرد در مقابل درد و سازش با اون، احساس فرد را مبنی بر واکنش منفی در مقابل ضربه‌های حاصله رو تعیین میکنه و پس از آن میزان شدت و ضعف درد و قابلیت تحمل آن مجدداً به جسم انتقال پیدا میکنه. یعنی میتونه بعد از یه درد واکنشی صورت بگیره که درد شدت پیدا بکنه، بگیم دیگه نمیتونیم، و لحظه به لحظه به شدت درد افزایش پیدا بکنه. میتونه که نه به نوعی بر شدت درد به اصطلاح کاسته بشه.
عقب‌مانده روانی هم داریم؟ عقب‌مانده ذهنی رو که من شنیده بودم خودم. عقب‌مانده روانی هم که به اصطلاح در جنون آنی ممکنه در آن واحد هم عقب‌ماندگی روانی هم ذهنی هم چند مورد پیش بیاد، که در واقع کسی که ارتباط خود رو با کالبد روانی حالا یا موقت یا دائم از دست داده باشه، در این صورت فرد فاقد واکنش احساسی بوده، دچار بی‌تفاوتی کامل نسبت به همه چیز و همه کس میشه. میشه؟ خدا رو شکر که خب نوعی برطرف کردن مشکلات برنامه‌ریزی هم که به اصطلاح دیگه میدونید که ما یا با سیستم نرم افزاری کار میکنیم، حالا ذهن اشتراکی یا میدانان شعوری، به داخل نرم افزارهای مختلف میریم که تو این دوره هم مقداری با این قضیه بیشتر آشنا میشیم، و یا پاکسازی ویروس های غیر ارگانیک تو داریم بحث میدونید سایمنتولوژی، بحث فرادرمانی که جدا میدونید، پاکسازی ویروس های غیر ارگانیک در صورت آلوده بودن نرم افزارها به ویروس های فوقزه. خب شخصیت اولیه من مقدمش رو میگم چون این بحث خیلی مفصلیه، میمونه برای جلسه بعدیمون. توضیح مختصری دادیم که هر نوزادی در بعد تولد دارای شخصیت اولیه منحصر به فردی است که مستقل از شخصیت والدین و محیط است. البته بخشایش و شخصیت اولیه هیچ دو نوزادی یکسان نیست، حتی اگر دوقلو بوده یا به اصطلاح چند قلوهای ناشی از تکثیر سلولی باشند، و در واقع شخصیت اولیه نوزاد یکی از برنامه‌هاش همونطور که دیدین برنامه به اصطلاح بنیاد هست که انشاءالله جلسه بعدیمون راجع به موضوع بنیاد صحبت میکنیم که در واقع تعیین کننده شالوده درونی انسان بوده و جز نرم افزارهاییست که شخصیت اولیه رو شکل میده، و دو برنامه مستقل ثابت و متغیر تشکیل میشه. حالا برنامه ثابت همونطور که توضیح دادم شامل یک سری اصول که حاکم برونه و شامل یک سری نرم افزارهایی است که در واقع تیپ هایی رو از نظر شخصیت حقیقی تعریف میکنه، که شامل 4 تا تیپه که انشاءالله جلسه بعدی به اتفاق دوستان مورد بررسی دقیق قرار میدیم. پس ساعت 10 امشب یادتون نره گزارش دقیق هم مختصر و مفید داشته باشین. همه رو به خدا بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون. خیلی ممنون.